اسپری خشک بهتره یا چرب؟ یکی از سوالاتی که خیلی رو اعصابه همین سواله. طرف میپرسه که اسپری خشک بهتره یا اسپری چرب بهتره. اصلا به فکرش نمیرسه بابا اینا با هم فرق دارن، حتما موارد استفادهشون با هم فرق داره. فکر میکنن که یکی از یکی بهتره. خب ببینید، من برای اون دسته از افرادی که نمیدونن اینا فرقشون چیه میخوام اینو روشن بکنم. ببینید، اسپری خشک برای تمیز کردن بردها و فیبرهای مدار چاپی مثل این، ببین مثل این استفاده میشه. یعنی ما وقتی روغن لحیمی، خمیر فلاکسی، چربی و گرد و غبار و کثیفی روی این هست، با استفاده از اسپری خشک این رو تمیز میکنیم. حالا ممکنه بگید که مثلا اسپری چرب هم برای زمانی که ما میخواییم اینو چربش بکنیم. نه، ببین، برای چرب کردن استفاده میشه، ولی نه چرب کردن یک فیبر. وقتی که فیبر رو چرب بکنیم به چه دردی میخوره؟ بیشتر برای روانکاری قسمت‌های مکانیکی یک دستگاه استفاده میشه. مثلا اکثرا اونجایی که استفاده میشه برای روانکاری فنهایی که هست داخل، حالا پاوری، دستگاهی، چیزی هست، با استفاده از اسپری چرب میان اینو روانکاریش میکنن. هر دوتای این اسپری ها کنتاکت شور بهشون گفته میشه. اگه شما مثلا یه جایی شنیدید کنتاکت شور، هر دوتاشون کنتاکت شورن، یعنی با چرب هم میشه کنتاکت رو تمیز کرد، با خشک هم میشه تمیز کرد. ببینید، اکثرا اسپری های قرمز رنگ خشکن، یعنی اسپری خشکه، و اونایی که آبی رنگن اسپری های چربن. اکثرا یه استاندارد نانوشته است که جایی هم درد نشده، ولی اکثرا اینطوریه. برند های مختلفی هم توی بازار هست. من خودم از ناهید استفاده میکنم. میبینید اسپری ناهید خیلی هم خوبه. تازگی ها نمیرم این خواستن یه کاری بکنن که ارزون تر در بیاد، خیلی بوش بد شده. قبلا یه خوشبو کننده بهش میزدن یا چیز میزدن، این بوی خوبی میداد، ولی الان یه هم اسپری خشکشون هم اسپری چربشون، هر دوتاشون بوی خیلی بدی میدن، ولی یه چاره‌ای نیست دیگه. خواستن قیمت اسپری زیاد بالا نره، فقط 4-5 برابر بشه.